کنفرانس امنیتی مونیخ و تظاهرات ایرانیان آزاده در اعتراض به حضور ظریف در این کنفرانس یکی از موضوعات اصلی توییت های کاربران بود. اونها ضمن تاکید بر عملکردهای تروریستی حکومت آخوندها در توییت هاشون به خواسته اصلی مردم ایران برای سرنگونی آخوندها اشاره کردند. کنفرانس مونیخ 28 بهمن 97. ایرانیان میهن پرست و آزاده در همه صحنه ها حضور دارند. تظاهرات هواداران شورای ملی مقاومت ایران در مونیخ علیه سفر ظریف به آلمان. مجاهدین نخواهند گذاشت که آب خوش از گلوی این رژیم پایین بره. هر جا که مهره های رژیم حضور داشته باشند، مجاهدین هم در برابر اونها صف می‌بندند. هواداران مجاهدین در برابر کنفرانس امنیت مونیخ به حضور جواد ظریف اعتراض می‌کنند. آنها می‌گویند این رژیم تروریستی است و اتحادیه اروپا و ایالات متحده باید وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را در لیست تروریستی بگذارند. درود به اشرف نشانها که این طور عرصه را به رژیم تنگ می‌کنند و هر جا پای حق مردم ایران در میون باشه همونجا حاضرند. کنفرانس امنیتی مونیخ، تظاهرات ایرانیان آزاده علیه حضور جواد ظریف. آنها خواستار محکوم کردن نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران و قطع هر گونه همکاری و معامله با فاشیسم مذهبی تا زمانی که اعدام‌ها و سرکوب در ایران ادامه دارد را شدند. از مصاحبه ظریف راحت می‌شد فهمید تو چه وضعیتی گیر کردند. به شدت عصبانی بود. قادر به کنترل خودش نبود. به این میگن وضعیت افتضاح حکومت آخوندها که دیگه حنای فریبشون برای جامعه بین المللی رنگی نداره و سیاست مماشات به آخر خط خودش رسیده. قید دیکتاتور از مقاومت رو میشد دید. این نظام در هیچ طیف و لایه و طبقه دیگر طرفدار و حامی ندارد. حالا ظریف هر دست و پایی میخواد برای خودش بره بزنه. نمیخواهیمتون. حکومتتون رو نمیخوایم، نمیخوایم، نمیخوایم. دیکتاتور به پایان سلام کن. دیروز در ورشو، امروز در مونیخ. خلاصه نفسش رو میخواییم بند بیاریم. میخواییم کارش را یکسره کنیم. این در خارج. در داخل کانونهای شورشی که نفسش را بد جوری بند آوردن. اگر هر ایرانی بعد از 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی تنها و تنها یک وظیفه ملی و میهنی بر عهده داشته باشه، اون هم کوبیدن بر طبل آزادی و مقاومت و مبارزه است. این سردرگمی و بیراه حلی و حتی حمله به اروپا از کلان ضربه‌ای خبر می‌دهد که آخوندها در ورشو دریافت کردند. در واقع کنفرانس مونیخ و مواضع ظریف جنایتکار اثبات کرد که شرایط برای سرنگونی محتوم آخوندها بسا مهیاتر از شرایط سرنگونی شاه در بهمن 57 است. همه اینها در پیوند با کانون‌های شورشی پیام سرنگونی برای کفتارای امام به سر دارد.